أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. خب امروز روز 29 ماه مبارک. امشب که میرسیم شب 23، بنابر آنچه که از روایات ظاهر می شود شب قدر اصلی شب 23. دو شب قبل شما، شب 19 و شب 21، مقدمه رسیدن به شب 23. بنابراین دوستان امشب رو مراقبت کنند، بعد از ظهر قدری استراحت کنند و شب رو بیدار باشند به عبادت. ببینید، احیا داشتن شب یعنی بیداری به عبادت. حالا یه وقت یکی هم ممکنه بیدار باشه بره فوتبال بازی کند، توجه میکنید، یا بیدار باشد فیلم ببیند، این احیا نیست. احیا یعنی زنده نگه داشتن شب به عبادت. عبادت هم معلومه چیه دیگه، یا نماز میخونید یا دعا میخونید یا قرآن میخونید. عبادت، بله، هر چیزی که بهش عبادت گفته بشود مانعی نداره. پس بنابراین امشب رو دوستان مراقبت کنند. در روایت دارد که فاطمه زهرا بچه های خودشون رو روز میخوابندن، غذایی تهیه میکردن، شب غذا رو به بچه ها می دادن و نمی گذاشتن که بچه ها امشب بخوابند. توجه می فرمایید. از امام صادق نقل شده است، آقا بیمار بودند، دستور دادن منو منتقل کنید به مسجد جدشون پیغمبر، در حالی که بیمار بودند. امام صادق رو آوردن تو مسجد و میگه، راوی میگه آقا نیمی از شب رو قرآن خوندند، نیم دیگر از شب رو مشغول به نماز شدند. بنابراین شب 23 شب مهمی است. شب جوهنی هم که هست، جوهنی هم که براتون اینجا گفتم سالهای پیش، جوهنی عبدالله ابن انیس جوهنی است، از اصحاب پیغمبره. این بنده خدا شغلش گلداری بود، گاو و گوسفند و اینا داشت. به مناسبت اینکه گاو و گوسفنداش زیاد بودن، خارج از شهر مدینه زندگی میکرد. توجه میکنید، آمد پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. این روایت هم در کتابای ما هست، هم کتابای اهل سنت، هر دو نقل میکنه. میگن آمد پیش رسول خدا و گفت یا رسول الله، این شب قدری که شما میگید، من 3 شب بیام مدینه، من نمیتونم 3 شب بیام، من حیوان دارم، یه عده کارگزار دارم، باید حیوانام رو رسیدگی کنن، من نمیتونم بیام، یه شب برای من معلوم کن، من اون 1 شب رو بیام. یه شب رو میتونم بیام اما 3 شب نمیتونم بیام. پیامبر در گوش او یه چیزی گفتن، در گوشش، کسی هم متوجه نشد پیغمبر به او چه گفتن. اما جوهنی از اون به بعد دیگه قبل غروب شب 23 با تمام گاو و گوسفند و خدم و حشم و کارگراش و اینا میمد مدینه، مشغول عبادت بود، اذان صبح نمازشو میخوند، از مدینه میرفت بیرون. و
و مردم شب 23 رو میدونستن که جوهنی میاد. جوهنی چون با گاو و گوسفند و ایناش میمد، همه میفهمیدن که تو شهر جوهنی وارد شهر شد. شب 23 میامد تا پیغمبر زنده بودن. همینجور بعد از وفات پیغمبرم باز ادامه داد، میامد و شب 23 رو مشغول عبادت میشد. بنابراین یکی از شواهدی هم که شب 23 شب قدر اصلی است، همین خبر چیست؟ روایت عبدالله ابن انیس جوهنی است که پیامبر به او گفتن. روایات صحا هم از ائمه اهل بیت وارد شده. در هر صورت امشب رو مراقبت کنید، و یک شب که از قدیم گفتن هزار شب نمیشد، خصوص با اعمالی که دارد و ثوابی که دارد، که ثوابش میشد ثواب بفرمایید چی؟ عبادت در این یک شب ثواب عبادت در هزار ماه را دارد. بنابراین انشاءالله دوستان غفلت نکنند. لذا منم امرو کوتاه میکنم، انشاءالله امیدوارم که شما برسید به یک استراحتی و از اون طرفم به شب بیداری و برید در مجالس عبادت. صلواتی بفرست. آیه 38 سوره بقره. برمیگردیم سر بحث اصلیمون. قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. خب داستان خلقت آدم بود و اینکه آدم از بهشت رانده شد. بعدم آدم با توسل به اسامی مقدس اصحاب کسا، 5 تن آل عبا، توبه کرد و خدا توبه آدم رو پذیرفت. تا اینجا رو رسید. خیلی. حالا 2 مرتبه میفرماید قل نهبطوا منها، از بهشت هبوط کنید، خارج بشید. خب قبلا که فرمود که بله بفرمایید که شما برید، و قل نه آیه 36 هم داشتیم، و قل نه به تو بعضکم لبعضن عدو، برید رو زمین بعضیتون دشمن بعضی. حالا اینجا میگه قل نه به تو، گفتیم به آدم هبوط کنید بر زمین. هبوط قبلا واقع شده، تکرار میکند به خاطر مطلبی که بعدش میخواد بگه. از بهش رانده شدید، برید روی زمین. حالا بعد قبول توبه آدمه، خدا بهش میگد اهبتو منها جمیعن، همه ایتون برید رو زمین. همه برید روی زمین یعنی آدم و حوا و نسلش، نسل اینام روی زمین. فا اما یعتینکم منی هدا، پس هرگاه از طرف من خدا برای شما هدایت بیاید. خیلی خوب، هدایت خدا کیست که میاد؟ پیامبران خدا هستند. پیامبران خدا همیشه نیستند، مدت به مدت میان، یعنی بین هر پیامبری تا پیامبر بعدی یه فترته، یه زمانه. بین موسی و عیسی 1000 سال فاصله است. بین عیسی با پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، باز با پیامبر ما 600 سال فاصله است. بین پیامبران فترت بوده، اگرچه پیامبرانی هم داشتیم که معاصر هم بودن. توجه میکنید؟ مثل فرض بفرمایید یعقوب و فرزندش یوسف، مثل شعیب و دامادش موسی، مثل ابراهیم و بفرمایید چی؟ لوط. توجه میکنید؟ پیامبران معاصر هم داشتیم، ولی بعضی وقتا هم بوده است هیچ پیامبری نبوده. توجه میکنید؟ بنابراین میفرماید هرگاه از طرف من خدا
برای شما مردم هدا هدایت آمد. هرگاه هدایت برای شما آمد چیکار کنید؟ فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هر کس از این هدایتی که از طرف من آمده است پیروی بکند، تبعیت بکند، دنبال هدایتی که به وسیله پیامبران من خدا می فرستم برود، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینا هیچ خوف و ترسی برشون نیست، اینا خیالشون راحت باشن، نه خوف و ترس دارند نه اندوه و غم دارند. خب خوف و ترس از کجاست آقا؟ خوف و ترس از آینده است. انسان ها همیشه نسبت به آیندهشون خوف دارن، می ترسن آینده ما چی می شد. توجه می کنید؟ لذا یه عده‌ای از مردم همیشه یه ذخیره ای نگه می دارن برای آیندهشون. چرا؟ چون از آینده خوف دارن، ترس دارن. خیلی خوب، حزن و اندوه مال کجاست؟ حزن و اندوه مال گذشته است. نایده اینا را میگن بسوزد به در پدر بیپولی. اگه ما پول داشتیم و 50 سال پیش بله 1000 متر زمین فلان جا خریده بودیم، الان این 1000 متر زمین چقدر بود؟ اوه، توجه میفرمایید؟ خب و نسبت به گذشته غم و اندوه میخورد که دیدی ما در گذشته چه کاری نکردیم و ای کاش اون کار رو کرده بودیم، اگه اون کار رو کرده بودیم الان وضعیتمون فرق داشت. خیلی خوب، میگد اونایی که برن پیروی کنند از هدایت خدا که توسط پیامبران خدا ابلاغ میشد، اینا نه نسبت به آیندهشون بترسن، نه نسبت به گذشتهشون چی؟ اندوه بخورند و غمناک باشند. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه نسبت به گذشته تر اندوهگین باشند، نه نسبت به آینده بترسند. تو دنبال دستورات خدا و پیامبران خدا باش، خدا همه کارا رو چیکار میکنه؟ درست میکنه. من یتق الله یجعل له مخرج. هر که تقوای الهی داشته باشه خدا یه راه گریز براش میگذاره. من یتوکل علی الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره. توجه میفرمایید؟ اونایی که رو مرز برن جلو و هیچ وقت از آیندهشون نمیترسن، هیچ وقت نمیگن خب حالا ما که همیشه سالم نیستیم که کار کنیم، که پس باید یه اندوخته ای برای اون وقتی که کار نمیتونیم بکنیم داشته باشیم، پس باید یه ذخیره ای داشته باشیم، پس باید برای اون وقتی که زمین گیر میشیم یه چیزی داشته باشیم. درسته؟ اصلا فکر این حرفا نیست. میگه من چیزی ندارم، اما چه دارم؟ خدا دارم. خدا دارم. خدا کارامو درست توجه میکنیم. غالبا آدمایی هم که اینجور با خدا معامله میکنند و نه زمین گیر میشن نه میفتن تو رخت خواب، بله میمیرن، مرگ که حق، قرار نیست کسی بماند که، اما سرپا میمیرن. سرپا مردن هان امروزش میگن مرگ طلایی. مرگ طلایی یعنی تا هستی روپاد باشی، خودت زندگی دو بکنی، عقلت سر جاش باشه،
مشاعرت سر جاش باشن. توجه میکنی؟ اون وقتم که قرار بمیری صاف بیفتی بمیری، یه آن تمام، یا تو خواب یا تو بیداری تمام، یه لحظه خلاص. اینا رو بهش میگن مرگ طلایی. راستی هم سرقفلی دارد مردنای اینجوری ها، که آدم راست راست را بره و بیفته، یعنی زمینگیر نشه، یعنی تو رخت خواب نیفته، یعنی بدنش زخم نشه، یعنی بعضی میشن مثل بچه دیگه، درست مثل بچه. شما بچه را چیکار میکنی؟ مادرش باید پوشک کند ببنده، اینا را هم تو بزرگسالی باید پوشک کند، بعد زخم بستر، بعد کم کم مشاعرش میره، بعد کم کم خود زن و بچهش از دستش چه میشن؟ خسته میشن، میان دنبال آقای ابتهی، بیان سر بالینش چیکار کنین؟ یه حدیث کسا بخونید، شاید با حدیث کسای شما یه طرفی بشه، یا خدا شفاش بدد یا چی؟ یا راحت بشه. بعض مرگا راحتیست آقا، اینو قبول کنین دا، بعض مرگها راحت میشه طرف، یعنی خدا دوستش میداره که میبردش، که دیگه رنج و درد و زخم و ناراحتی و اینا نکشد، برد به دنیای دیگر. در هر صورت میگه اگه دنبال پیامبران من رفتید، دنبال هدایتی که از طرف من آمد رفتید، اصلا نترسید، اصلا نترسید، همه چی دون با من خدا، گذشته هم افسوس نخورید. چرا؟ چون گذشته شما از دو حال که خارج نیست، یا خطا کرده ای یا چه کرده ای، یا اعمال و رفتارت درست بوده. دیگه ببینید، امشب شب قدره، تا رسیدن به امشب ما یا خطاکاریم، گناهکاریم، یا اعمالمون درست بوده. خیلی خوب، وقتی دنبال هدایت پیامبران رفتی، نسبت به گذشته خودت چه میکنی؟ توبه، توبه، میگی خدایا توبه. وقتی نسبت به گذشته توبه کردی چه میشد؟ تموم شد، پاک. پس گذشته شما اگه خوبه که خدا برات میذاره، حفظش میکنه، ثواب عبادت، کارهای نیک، خیرات، خدا ذره ای رو محو نمی کند، همه تو نامه عملت هست. میموند خطاهامون، اشتباهاتمون، گناهانمون، که اونام یکی یا دوتا نیست. خیلی خوب، اونا رو هم داریم دیگه متاسفانه. میگه اگه دنبال پیغمبران رفتی از اونام توبه کن، از اونام که توبه کردید خدا چیکارش میکنه؟ پاکش میکنه، پاک. خیلی خوب، میمونه حق الناس، بله مال مردم رو باید بدی، اون که شکی درش نیست که، دقت میکن. حقوق ناس اگر به ذمه کسی باشد، توبه حق الناس اداشه به مردم، باید برگردونی بهشون بدی. هستن زندن به خودشون، فوت شدن به ورثشون، اصلا دیگه دسترسی نداری، نمیدونی کجا رفتن. اینجاست که میشه تبدیل میشد به چی؟ به رد مظالم و به فقرا. از طرف صاحب مال به فقرا باید صدقه بدهید تا ثوابش اقلا، چون خود مال را که نمیتونی بهش برسونی، صدقه از طرفش بده تا ثوابش برد تو نامه عملش. اما این در فرضی است که دسترسی به خودش یا ورثش نداری، و الا اگه خودش هست باید به خودش بدی، اگه ورثش بچه هاش هستن باید به بچه هاش بدی. توجه میکنی؟ لازم هم نیست بگید مال چی چیه، و بگید که بله و ما یه وقتی از شما یه مالی بردیم و خوردیم و دزدیده ایم و اینا. نه نه، هیچی نمیخواد. برسون به دستش، بده دست کسی، بگو اینو برو بده فلانی، بگو این مال شماست بگیرید،
توجه کردید؟ لازم هم نیست آب روی خودم ببری یا چیز، براشون بفرستید به واسه. حالا که دیگه مردم همه کارت بانکی دارند و میتونید اینترنتی بریزید به حسابش، اونم اصلا نمیدوند این پول از کجا آمده، ولی وقتی آمد تو حسابش مصرف میکند. توجه میکنید؟ پس بنابراین لازم هم نیست بگید مال کی و چی چی و کجا و، دقت میکنید؟ اصلا احتیاج به این حرفا ندارد. شما مال رو به دستش برسونید، ذمه شما بری میشن. خب پس این مال اونایی که دنبال هدایت پیامبران خدا رفتن، اصلا نترسن، نه تو دنیا بترسن نه در عقبا بترسن. توجه کردی؟ خب آیه بعد چون دنبالش سری میخونم، والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا، اما اونایی که پیامبران آمدن حرف پیامبران رو قبول نکردن، کافر شدن، حرف خدا و قرآن و پیغمبر و اینا رو نپذیرفتن، کفر ورزیدن، و کذبوا به آیاتنا و آیات ما را تکذیب کردن، گفتن اینا دروغه، بهشت و جهنم و خدا و پیغمبر و پل صراط و معاد و قیامت و نعوذ بالله، اینا دروغه. کذبوا به آیاتنا، اینا کجا میرن؟ اولئک اصحاب النار، صاف میرن تو جهنم. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، تا فیها خالدون تو جهنمن، یعنی الى ابد آباد. از این که میگه الى ابد آباد در جهنمن، معلومه مراد از کفر اینجا کفر چیه؟ کفر اعتقادی، کفر اعتقادی. خب کفر عملی نیست، کفر عملی قصه من و شماست، خدا رو قبول داریم، پیغمبر رو قبول داریم، قیامت رو قبول داریم، علی رو قبول داریم، اما گناه میکنیم، این میشه کفر عمل. کفر اعتقادی کسی که خدا رو قبول نکند، پیغمبر رو قبول نکند، علی مرتضی رو قبول نکند، قیامت رو قبول نکند، اونا میشه کفر اعتقادی. توجه فرمودید؟ خب آیه را تمام، یه روایت فقط برات بخونم. روایت تو تفسیر عیاشی است. یه صلوات بفرستید. از امام باقر جابر میپرسد از تفسیر این آیه. بله جابر ابن قاعدتا از امام باقر کسی که روایت میکند جابر ابن یزید جوفی است. از تفسیر همین آیه میپرسد، آیه 38. امام باقر میفرمایند تفسیرها علی علیه السلام. علی الهدى، هدایتی که از ناحیه خدا میاد کیه؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب، علی الهدى. اون وقت در این مورد است که خدا میگه فمن تبع هدایا، یعنی اونایی که برن دنبال علی، اونایی که دنبال علی بروند، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، پیروان امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اینا چی؟ اینا نه غمی داشته باشند و نه خوف و وحشتی، پیروان علی انشالله کارشون درسته. عرض من تمام. از کجا میگیم؟ تایید روایتی که برای شما خوندم، زمان پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله،
یه جنازه ای را آوردن تو مدینه، 4 نفرم سیاه از غلامها و مردان حبشه، حبشه اتیوپی فعلیز آفریقاست، 4 تا سیاه هم این تابوت رو شونشون بود، اینا اووردن ببرن تو قبرستان بقی دفن کنن. پیغمبر خدا نشسته بودن، امیر المومنین هم نشسته بود. پیامبر گفتن، صدا زدن، جنازه رو بیارید بینم. اووردن جنازه رو، اووردن گفتن روشو پس کنید ببینم کیست. پس کردن. الان ما نقل قریبه به این مزام. پس کردن، یک غلام سیاه بود، غلام سیاه پوست، 4 تا رفیقاش مرده بود، داشتن میبردن برن دفنش کن. پیامبر نشان دادن به امیر المومنین، فرمودن علی جان این رو میشناسی کیست؟ امیر المومنین نگاه کردن گفتن بله یا رسول الله میشناسمش. گفتن کیه؟ عرضه داشتن یا رسول الله این یه غلام سیاه بود فلانجا کار میکرد، به من که میرسید میگفت علی من تو رو دوست دارم، دوست دارم، هر وقت به من میرسید منو نگاه میکرد، سلام میکرد، میگفت علی دوست دارم، من نگاه که میکنم حظ میبرم، من تو رو دوست دارم، هر وقت منو میدید این غلام اینو به من میگفت. پیامبر گفتن جنازه باشه. دوستاش گفتن چیکار کنیم آقا؟ فرمودن باشه. خود پیغمبر خدا متصدی شدن، غسلش دادن، هنوتش کردن، کفنش کردن، دستور دادن اصحاب بیان در تشییعش. توجه میکنی؟ گفتن علی کسی که تو رو دوست داشته باشد. و بعد فرمودن اینقدر فرشتگان تو تشییع جنازه این بنده خدا آمدند و شرکت کردند به خاطر اینکه علی تو را دوست می داشت. و خود پیامبر بردن و او را در بقی دفنش کردن. فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هر که دنبال علی برد، امیر المومنین رو دوست داشته باشد، بداند که انشاءالله اهل نجاته. با یه یا علی گفتن هم دنیاش درست میشد، هم آخرتش درست میشد. اون وقت که سر قبرش میان نکیر و منکر، میبیند یه مرتبه آقا آمدن گفتن رهاش کن، این از دوستان من هست، باش کاری نداشته باش. علی مرتضی حرفی که بزند همه باید اطاعت کنند و برند. توجه میکنید؟ پس هدایت خدا تفسیر فرمودن به علی مرتضی. و همین جورم هست، قدر خودتونو بدانید، دعا کنید پدری که اون لقمه های حلال رو برات آورد و مادری که شیر پاک و تو دامن پاکش بزرگت کرد که شدی دوستدار علی مرتضی. باید اونا را دعا کنی که حق به گردنمون دارن. عرض من تمام. خب امروز تو کوفه چه اتفاقاتی افتاد؟ امروز که البته میگم یعنی دیروز 21. قبل از آن صبح جنازه رو امیرالمومنین دفن شد و آمدند و
صبح 21 امام حسن در مسجد کوفه نشستند و دستور دادند اشق الاولین والآخرین ابن ملجم مرادی رو بیارید و آوردند و حضرت فرمودند که پدرم گفته تو رو قصاص کنی. با همون شمشیر که ضربت به امیرالمومنین زده بود او رو ضربتی زدند، سرش رو بله انداختند. این دیگه راحت ترین مرگ است دیگه، چون اگه میخواستن ضربت تو فرقش بزنن طول میکشید. امیرالمومنین 3 روز طول کشید تا از دنیا رفت. اونو یه آن راحتش کردن و بعد بفرمایید به جهنم واصل شد. خانمی اونجا بود، ام هیثم، گفت جنازه شو بدید من ببرم بسوزانم، چون امیر فرموده بودن او رو بکشید، به قتل برسانید. گردنشو زدن، با یه لحظه گردن زدن تمام شد. بعد فرمودن که بعد از این که او رو کشتید جنازه او رو بسوزونید، به خاطر اینکه جسد قاتل پیامبران باید چه بشد؟ سوخته بشد. خب علی مرتضی پیامبر نیست، اما وصی پیامبر خاتم است که مثل پیامبر خاتم که از همه انبیاء گذشته مقامش بالاتر است، وصی پیامبر خاتم هم از همه انبیاء گذشته مقامش بالاتر است. لذا ام هیثم گفت به امام حسن آقا این جیفه این را، جسد و کالبدشو بدید من میبرم میسوزنم. فرمودن ببر بسوزن. برد در مزبله محل جمع زباله های شهر کوفه و جسد رو سوزند و تمام شد. اثری از آثار اشق الاولین والآخرین نیست. ابن بطوته آقای دکتر میگد مردم شهر نجف، ابن بطوته قرن ششمه، ششم سنی هم هست، رفته نجف اشرف، میگه مردم شهر نجف ماه رمضونا در اون جایی که ام هیثم جسد ابن ملجم رو آتش زده است 10 روز آتش روشن میکنه. جاشا جسد که سوخت خلاص شد، اونجا رو مردم 10 روز آتش روشن میکنند به جهت اینکه هنوزم او که ان آتش به قبرش، قبرم که ندارد، به جهت اینکه او در جهنم است، نمادین 10 روز اون مکان سوختن ابن ملجم رو آتش روشن میکنند. اینم قاتل امیرالمومنین. مردم هم همون روز 21 با امام حسن مجتبی به عنوان چه بیعت کردن؟ به عنوان خلیفه و جانشین امیرالمومنین بیعت کرد. همه جمع شدن گفتند که بعد از امیرالمومنین ما شما رو قبول داریم. تمام مردم کوفه و غیر کوفه با امام حسن مجتبی بیعت کردن. اما آیا غم و اندوه تمام شد تو خانه امیرالمومنین؟ آیا غم و اندوه تمام شد؟ آیا وقتی که آمدن دیروز از مسجد به خانه، مثل امروز 22، آیا دیگه غم و اندوهی تو خانه امیرالمومنین نبود؟ بچه های امیرالمومنین هر کدام چه حالی داشتن؟ دخترها چه حالی داشتن؟ پسرها چه حالی داشتن؟ پدر بیمانندی، حال علی که مثل مانند ندارد که، پدر بیمانندی را از دست داده ام. خب معلوم است که داغ امیرالمومنین از یاد فرزندان امیرالمومنین به این زودی ها نخواهد رفت، بلکه داغ علی از دل شیعیان نخواهد رفت. شیعه الا ابد الاباد داغدار امیرالمومنینه. چرا؟ چون علی فرمودن انا
و علی ابوا هذه الامه، پیامبر فرمودن من و علی پدر این امتی، بنابراین ما داغدار امیر المومنین علیه السلام هستیم. اما آقا نسبت به دخترانشون خیلی مراعات میکردن. شما شنیدی شب 19 ضربت خوردن امیر المومنین، آقا را دارن میارن تو خانه، روی به قول شما روی یه برانکا گذاشتن، آقا را با بله پارچه ای دارن به در خانه میارن. وقتی که آقا رسیده باشن در خانه، علامه نقل فرموده باشن صبر کنی، صبر کنی، من باید با پای خودم وارد خانه بشم. چرا یا امیر المومنین شما نمیتونید؟ فرموده باشن من با پای خودم از خانه بیرون آمدم، دخترم الان تو خانه است، اگر ببیند من رو شما اینجور وارد خانه می کنید حال دختر من چه خواهد شد؟ لذا دست به در و دیوار گرفتند و قدم به قدم آرام آرام به پای خودشون آقا وارد خانه شدند. مبادا دخترانشون که در خانه بودن، مبادا اونا دلهره و وحشت کنن. میدونی میخوام چه بگم برات؟ میخوام بگم یا امیر المومنین جای شما خالی بود. آقا جان بعد از ظهر عاشورا بالا گودی قتلگاه، اون وقتی که عقیله بنی هاشم، صدیقه صغرا، زینب کبرا به دستور برادر آمدند تا عبدالله ابن حسن را داخل خیمه ببرند، کسی که عبدالله ابن حسن را به عمه نداد که به داخل خیمه برد، اما بعد این که عبدالله ابن حسن را به شهادت رساندند، ما نمیدونیم عقیله چه دیدند، اما جملات خود عقیله میگد که چه دیدند. عقیله رو کردند به عمر سعد ملعون و به عمر سعد ملعون فرمودند ایقتلو ابا ابو عبدالله و انت تنظر الی، آیا برادرم حسین را دارن می کشن و تو داری گریه، تو داری نگاه می کنی؟ عمر سعد خودشم داشت عشق می ریخت. رو برگردان از قتلگاه، دیگه عقیله چه دیدن؟ یه مرتبه زانوهای عقیله سست شد و کنار گودی قتلگاه عقیله دو زانو رو زمین نشست، اما سر مبارک عقیله طرف آسمان وقتی نگاه کرد گویا دو خورشید در آسمان بود.